فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين
مكذبين. صدق الله العظيم. خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و بیننده شبکه قرآن و معارف سیما. همونطور که شنیدید این آخرین تلاوت امشب بود در بخش مسابقه ای، البته یه تلاوت دیگه هم تو سالن احتمالاً خواهد بود که تلاوت پیش از اذان مغرب افق تهران هست و نماینده کشور مالزی آقای وان عین‌الدین هلمی تلاوتش رو شنیدیم و جناب استاد احمدی وفا و تحلیل این تلاوت. حضور شما شبت که آقای هلمی از مالزی قاری خیلی خوبی بود. استرس و استراب در نفسهای اولش خدمت شما شبت که مشهود بود. عرضم به حضورتون که فرودها فرود خوبی نبود، فرودهای خوبی نبود، قفله های خوبی اجرا نمی کرد. عدم آمادگی در ادامه تلاوتش وقتی که بیات رو به پایان رسوند و وارد مقام سگاه شد، تلاوتش با تکلف و فشار و حضور شما عرض شود که گرفتگی صدا همراه شد و تلاوتش کلا بالا افتاد متاسفانه. یه موقع بالا افتاد دیگه اذیتش تا آخر تلاوت. آره این اعصابش رو خورد کرد و دیگه کلا تمرکزش رو از دست داد. چرا اینقدر که آب می‌خوردن علتش این بود؟ بله اونم که همش آب می‌خورد این دلیل استراب بود که چرا داره بد می‌خونه. وقتی که قاری پشت میکروفون قرار میگیره و تلاوت بدی رو ارائه میده مرتب آب میخوره. مرتب آره صداش گرفت، هم خش افتاد، هم تکلف داشت و هم با فشار میخون و یه غلط اعرابی هم خدمتتون شود که ایشون در آیات پایانی کلمه فحل رو فاش و جا انداخت. این که من شنیدم یعنی حل خون به جای فحل. عرضم به حضورتون که یعنی صدای استودیو که ما شنیدیم به این شکل بود. در کل به نظر من که قاری توانمندی نبود و کم تجربه بود برای این دوره از مسابقات به عنوان نماینده مالزی که بالاخره الان در اون کشور قاریای خیلی خوبی دارن تلاوت میکنن و انتظار میرفت که قاری مالزیایی بهتر از اینی که هست ظاهر بشه و تلاوت بهتری داشته باشه. نمره خیلی خوبی رو نمیگیره قطعا. بسیار خوب. خب حالا این نکته رو من عرض بکنم، این کسانی که الان دارن تلاوت میکنن گلچین شده یه چند ده نفری حتی بعضی از کشورها هستن که ما سالهای گذشته استاد احمدی وفا خود برگزار کنندگان مسابقه تو کمیته فنی آقای میرزاجانی و دوستان دیگه برای ما گفتن تو همین شبکه قرآن و معارف سیما که سالهای گذشته مثلا مالزی یک سهمیه داشت، هر کشور یک سهمیه داشت که یک نفر رو معرفی میکرد مثلا تو رشته قرارد. امسال سهمیه رو افزایش دادن بسته به اون اقتضای بنیه تلاوتیشون، مثلا مالزی به جای یک نفر چند نفر رو معرفی کرد و بعد ما تو کمیته فنیمون تو بین اون چند نفر خوشخانه یه نفر رو انتخاب کردیم و بعد اومدیم توی چند مرحله اون رو قربال کردیم و الان نهایتا مثلا این تلاوتی رو که الان شنیدیم شد محصلش. یعنی ایشون مثلا تو بین حداقل مثلا 5 6 نفر ایشون مثلا تو بین حداقل مثلا 5 6 نفری که از کشور مالزی معرفی شده بود مثلا شاید بهترینش بوده که الان اینجا تلاوت کرده. در کل آقای هلمی قرائت همیشه‌ش رو انجام نداد. من احساسم اینه که برای این دوره از مسابقات بنده خدا نتونست تلاوت خوبی رو ارائه بده. براش آرزوی موفقیت داریم ان شاء الله. خب پس حالا اونقدری که آقای غلام نجات نگرانی داشت نماینده مالزی قدری فکر میکنم بله خودش هم حتما الان تلاوت ایشون رو شنیده دیگه. آره دیگه حتما دیگه پیگیری کرده دیگه. بله شنیده. اگر من الان بیننده است بهش سلام عرض میکنم. بله کار وقف ابتدایی خوبی هم نداشت در آیات پایانی که تلاوت میکرد به دلیل گرفتگی و کم نفس بودن. یکی دوتا ستا وقف ابتدایی جالب هم نداشت. نمره وقفه‌اش هم کم میشه، نمره صوت و لحنش هم کم میشه و بر همین اساس خب تجویدش رو هم از دست داد. آره تجوید فصاحتش رو هم از دست داد چون تمرکزش به هم خورد. گرفتگی و خش در صداش و اینکه تلاوتش بالا افتاده بود تمرکز تلاوت رو به هم میزنه و
بعد دیگه بالاخره مسابقات خدا دیگه برای قاری نخواد که صداش بالا بیفته دیگه. بله. چیکار باید کرد مثلا اگه اتفاق بیفته دیگه؟ خیلی هم مدیریت کردنش مشکل. بله. فنیه، ولی خب بالاخره اذیت میشه. توی محفل شما میتونی با ادامه دادن تلاوت و تکنیک هایی که هستش درجات صوتی رو بیاری پایین و ادامه تلاوت برات راحت تر بشه، ولی در مسابقه دیگه این ریسک نمیتونه حضور شما شخص ممکنه که موفقیت آمیز باشه، ممکنه نباشه. که بله ممکنه که کلن تلاوتش به هم بخوره. خب نهایتا خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، امروز توی در واقع روز اول و بعد از آیین افتتاحیه قاری دانش آموز از تایلند تلاوت داشت، آقای نانت هاپوپ، که تلاوت چندان قوی نبود، ضعیفی بود. بله تلاوت و شاید بشه گفت دیگه رسما ضعیف بود دیگه، چون حداقل فکر کنم 4 5 تا غلط اعرابی داشت. بله بله، اعرابی و عبارتی. بله. بعد حافظ بزرگسال از موریتانی، حافظ دانش آموز از سوریه و نهایتا قاری مالزی هم تلاوت خودش رو انجام داد، که مجموعاً خیلی جدی نبودن تلاوت‌ها و به لحاظ فنی شاید انشالله که نمایندگان کشور ما خوب تلاوت می‌کنند و موفق. به امید خدا. خیلی ممنونم استاد احمدی وفا. بزرگواری. از حضور شما. حالا ما روزهای بعد انشالله که مسابقات جدی‌تر دیگه پیگیری میشه، به جای 4 نفر احتمالاً مثلا 10 12 نفر تلاوت می‌کنن، گفتنی‌های بیشتری داریم و به لحاظ فنی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر وارد تلاوت‌ها خواهیم شد و درباره‌شون صحبت می‌کنیم انشالله. برنامه‌مون اینه که نزدیک اختتامیه که بشه، پیش‌بینی ما با پیش‌بینی هیئت داوران مقایسه بشه، ببینیم که چقدر نزدیک به همدیگه هست و نتیجه به چه ترتیب رقم می‌خوره. قاری مهمان امشب که حسن ختام بخش کل مسابقات هست، آقای حامد علیزاده دیدم که داشت مستقر میشه. درسته. رتبه اول مسابقات پارسال. صدا هم که الان داره داخل مجموعه ما پخش میشه، نمیدونم ولی شنوندگان ما هم دارن میشنون، بینندگان ما یا نه. بسیار خوب. عرض کنم که حامد علیزاده است دیگه. بله. بعد مستقر شد و تلاوتش رو اگه موافقید با هم دیگه بشنویم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العز فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو من كان يريد العزة فلله
من والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ما شاء الله الله جميل ما شاء الله الله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب الله 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 ما شاء الله 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 إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وما يستوي وهذا ملح أجاج
ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئون.
والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد وما ذلك على الله بعزيز يا أيها الناس والله هو الغني الحميد